این آقا اسمش قاسم عبدیه. هر روز مجبور از وسطای خیابون ناصر خسرو تا چهارراه گلوبندک و بدوه تا سر موقع برسه سر کارش. اون کارمند ساده ی اداره ثبت احوال، مسئول عکس شناسنامه است. یعنی از مردم عکس میگیره، بعد میچسبونه به شناسنامه هاشون. اون از دویدن متنفره، اونم هر روز صبح. از شلوغی متنفره، از کارش، از خونش، از شهر. همه چیز یا تهش به اون میرسه یا اصلا نمیرسه. به نظر قاسم اون اونقدر بدشانسه که اگه یه سنگ از آسمون بیاد تو سرش نخوره، تو صورتش حتما میخوره. بابای قاسم بازنشسته ثبت احوال. بعد از اینکه اون بازنشسته میشه، قاسم رو به جاش استخدام میکنه. به خاطر همینم اصلا علاقه ای به کارش نداره. آقا ببخشید، اینجا عکس شناسنامه میگیرم. تو لنز نگاه کن. برو بگو عدی بیرم کتا درم را بیزون کن. قاسم میگه سالهاست به این فکر میکنم اگه بابام جراح بود یا مادرم به جای خانه‌داری یه وکیل، من الان چی بودم؟ چی کار میکردم؟ هر چی بودم کمه کم مجبور نبودم صبح به صبح ظرف غذا بگیرم دستم و تلق و طلوق بدوم برم اداره. این باباشه، عزت آقا. قاسم میگه چون خطش خوبه، عشق اینو داره کاغذ بنویسه رو چیز میزای خونه بچسبونه. افتخارش اینه رو شناسنامه خیلی از آدمایی که الان معروفن خط نوشته. نزدیک 40 ساله که با مادر قاسم ازدواج کرده. برعکس خیلی ها هنوز عاشق هم دیگه. به قول قاسم انگار دیشب عروسی کردن و امروز هم ماه عسلشونه. اگه دست درد بکنه خودم برم پهن کنم. هنوز پیر نشده. ماما جانم، باز لباس سفیدای منو قاطی لباس مشکی ها شستی که. خب حالا ایشون آزاده است. آبجی کوچیکه قاسم که بازم به قول قاسم اصلا آدم مهمی نیست. قرار نشیه به این خانم عالی است. آبجی بزرگه. اون به خاطر علاقه شدید باباش به نون فانتزی اونقدر رفت مغازه نون فانتزی که صاحبش عاشقش شد و حالا میخوام با هم ازدواج کنم. بابا اون پولی که قرار بود باش ماشین لباسشویی بگیریم الان دیگه بخارپز هم نمیدن. حالا انقدر دست دست کنید تا دیگه یه اوتو هم نتونیم بخریم. تو خدا یه کاری بکنید، داره همه چی گرون میشه ها. اینقدر قور نزن سر بابا، بیاش بس خونه کاری دارم. این عکس هم بچه اول خانواده است که خیلی وقت پیش فوت شده. قاسم میگه بعد اون اتفاق پدرم اونقدر مادرم رو درگیر بچه های جدید کرد که مامانم غم نخوره. قاسم از خانواده‌اش راضی نیست. همه رو اعصابشن. به قول خودش رو مخشن. به خصوص متروی که 24 ساعته از پشت خونه‌شون رد میشه و مثل زلزله همه جا رو میلرزونه. خلاصه که اون شاکیه. کلن از همه چی بدش میاد. از هر چی که دور و برشه. خیلی وقته که چیزی خوشحالش نمیکنه. بابا یکی رو بگیم میاد این پکیج رو درست کنه، گناه نداریم و یه بارم که شده با آب گرم دوش بگیریم. 2 ساعت تو همومی، اگه خزینه هم بود آبش تموم شده بود. خانم کردیم، خانه شد. چیه باز شما دو تا یه گوشه وایسادین پچ پچ میکنیم؟ لیواناش همیشه خیزه. چای کم داری؟ چایی سرد مادرم. مادر چقدر قور میزنی؟ داره ازش بخار بلند میشه. کدوم بخار؟ کدوم بخار؟
قور میزنم برای که مریضم، با آب جوش دوش گرفتم، چای داغ خوردم، بیمارم، الکی قور میزنم، باس برم دکتر. چیه باز؟ برو بابا. اینم سرده. تنها چیزی که قاسم تو این خونه دلش به اون خوشه همین پنجره است که بعضی وقتا میاد وای میسته جلوش بیرون رو نگاه میکنه. همین الکساندر درباره اسنادی از کاخ سفید همزمان شده. زندگی قاسم به قول خودش زندگی نکبتی قاسم همینجوری پیش میرفت تا اینکه یه روز کارش میفته به بیمه که دفترچش رو عوض کنه. میشم برم تحتیله؟ هیشکی نیکاره ملت رو را بندازه؟ سیستم قطعه آقا الان وصفشه کار شما هم را بندازیم. یاد گرفتین دیگه، هر وقت میخواین از زیر کار در برین میگین سیستم قطعه. سیستم قطع نیخوانم، شما خودت قطعی. درست صحبت کن آقا. دوست عزیز آروم باشید لطفاً. بفهمید بشینید. چشم. چشم؟ کدوم چشم؟ کوری دیگه. ولی میدیدی که کارمندات به جای اینکه کار ملت رو راه بندازن دارن چای چای میکنن. آقای محترم درست صحبت کنید. من اگه درست صحبت نکنم شما میخواید چیکار کنی؟ چی شد؟ شما برای چی بلند شدی رفتی خودت اتاق بازی؟ ببخشید ترسیدم، ول کردم، اصلا دست خودم نبود. به هر حال کار درستی نکردی. تو رو خدا به این قاضیه بگی بر من زندان ننویسه، من نمیتونم برم زندان. هرچی هم بهش میگم انگار نه این کار. برداشتی رفتی به مدیر بیمه توهین کردی. اونم یه آدم نابینا، این چه کاریه؟ من نمیتونستم مدیره. حالا مدیر بیمه نباشه، یه آدم دیگه. غلط کردم. عصبی بودم، قبلش تو اتوبوس کیفمو زده بودم، بعد رفتم اونجا دیدم کلی صفحه سیستمشون قطع کار نمیکنن. شما جای من عصبی نمیشی؟ به هر حال بعد منتظر باشیم ببینیم قاضی چه حکمی میده. این قاضی که من دیدم حکم زندان من میده. من نمیتونم برم زندان. کارمند ثبت احوالم. برم زندان کار زندگی میافتم و تو رو خدا یک کاری بکن. خیلی خب بیرون باش، هر وقت قاضی سرش خلوت شد میرم ببینم چه کار میتونم بکنم، ولی قول نمیدم بهت. قول بدی. بیرون باش. شد خبرشو به من بده. خداحافظ. خب قراره یه ماه اینجا در خدمت شما باشم. خودم کارمند ثبت احوالم. به خاطر این یه ماه هم به مرخصی بدون حقوق دادم. فعل واقع به جای زندان قراره اینجا کارهای خدماتی بکنم. خیلی هم خوب. چه کارا بلدی؟ همه کارهایی که به ثبت احوال و پرونده و بایگانی مربوط شه. مدارکم هم که دادم خدمتتون. دیپلم دارم.
ولی خطم خوب نی جاروتی هم میکشم تی ما میگیم تی حالا تی تی فعلا برو تو محوطه یه پسر بچه تنها نشسته برش تا ببرش سالن غذا خوری ناهارشو بده بخوره خودتم غذا تو بخور بعد بیا اینجا پیش ما اسمش چیه؟ عقیله عقیله من نهار میخورم کم نیاد نه نمیاد این عقل که گفتین کوره دیگه نابینا روشندر اینجا من و شما و یکی دوتا دیگه ایم که میبینیم عقیل تویی؟ آره تو کی هستی؟ من قراره یه مدت اینجا کار کنم الان اومدم ببرمت غذا خوری یه کاری برام میکنی؟ چی کار؟ میشه اینو بدی به یکی؟ کی؟ اون پشت دارن خونه میسازن یه دختر اونجا داره بازی میکنه اینو بده بهش تو از کجا میدونی یه دختر اونجاست؟ نمیشنوی داره آواز میخونه ببر بده بهش سردش میشه گناه داره باش تا من میرم و میام تو جایی نری یا؟ باش عقیل چی میخوای؟
مادم پرکینز هم ببرم. چی هست پرکینز؟ خب همون که باش تایپ میکنن. آه اونا رو جمع کردم گذاشتم تو کمد. خب میخوام. باشه الان برات میارم. بفرمید. نه این مال من نیست. اما چه فرقی میکنه؟ خب من مال خودم میخوام. چشم. بفرمید. مال شما؟ نه. ببین این یکی مال شما هست. بله این مال خودمه. خیلی عقیل اینجایی چرا؟ برو خوابگاه. آقا سیم یه جلسه برای پدر مادرها گرفتیم، برید سالن بزرگ یک کمکی بده. چشم. عقیل خوابگاه نمیدی؟ نه. چرا؟ چون از جلوی سالن رد بشم حسودی میشه، گریه میگیره. خب بشین کارتو بکن. ساعته آتش نشانی خدمات عمومی شهرداری مشهد بود. این نشان از اقتدار و آمادگی آتش نشانان شهر خورشید مشهد مقدس است که در لحظه برای پاسخگویی به نیاز ایجاد شده آماده اعزام هستند. یک کاهش لطفا شماره 125 رو فقط برای اعلام حادثه واقعی در لحظه اتفاق استفاده بکنید. بعد نیستم. اومدید اینجا ببینید من میام یا نه؟ خب به هر حال باید سر بزنیم. دستتون درد نکنه. چطور اینجا خوبه؟ خوب و بدیش که فرق نمی‌کنه. بعد بیام تا این یه ما تموم شه دیگه.
شما اینجا نیستی که این دوره حبستون راحت تر بگذرونی؟ اگه بعد این یه ماه مثل قبل باشی که ما کارمون رو درست انجام ندادیم. یعنی انتظار دارین تا این یه ماه من ابن سینا دارا؟ شاید. خدافظ. عقیل چی کار میکنی؟ خوشو بده خوش. چی کار میکنی؟ نشد. چی نشد؟ دویدم اما خوردم زمین. خب برای چی میدویی؟ تو که نمیبینی واسه چی میدویی؟ دوست دارم دویدنو، دوست دارم. منم دوست دارم پرواز کردنو. پس برم بالا درخت خودم پرت کنم پایین؟ من یه روزی میدوام، زمین نمیخورم. حالا ببین. پاشو ببینم. ای بدوام بدوام زمین نخورم. گوش بگیر ببین چی میگم. مدیر مدرسه‌تون تو رو سپرده دست من. منم یه ما بیشتر اینجا نیستم. تو این یک ماهی که من اینجام هیچ کار اضافه‌ای نمی‌کنی. هر وقت من از اینجا رفتم هر کاری دلت خواست بکن. فهمیدی؟ ببریم. سردت نشه با یه دونه لباس وایساده تو این هوا. سلام. نه نمیشه. دیروز الکی عصبانی شدم بی خودی دعوات کردم، ببخشید. تو دویدن خیلی دوست داری؟ آره آرزو دارم که یه روز انقدر بودم تا خسته شم، نه اینکه بخورم زمین. چرا؟ دوست دارم خب. ولی من دویدن رو دوست ندارم. چرا؟ برای اینکه هر روز صبح از اتوبوس که پیاده میشم باید کلی راهو بدوم تا برسم به مترو. من مترو خیلی دوست دارم. کاش شای تو بودم. باشه بهش میگم.
ما آقا این کسی جا نمون حرکت کردیم. منو به عینه اسکلا فکر کنم سیست اینه کلن سردت نمیشه. کاپشنتو دادی به اون واسه چی؟ کاپشنم میگیرم ازش. بریم خوابگاه یه چیز بپوش سرما نخوری. تو فکر کردی من از این مربی الکی ها؟ درسته مربی نیستم ولی الکی هم نیستم. نباید مریض چی که آقا من از این بچه خواستم که نماز خونه نشون بده. بچه هم کاپشنش داد گفته که روی این نماز بخون. در صورت من از شما عرض بخوام قبول بشه چی؟ بابا جون دست شما درد نکنه. قربان شما برم. خدا حافظ. ماه با زیاره باشیم. جایی که بتونی بدوی؟ واقعا میبری؟ اگه قول بدی شیطونی نکنی. آره قول میدم. باشه میبرم. جلو تا چشم کار میکنه. هیچی نیست. صاف صاف. خیلی اما یه ذره پاتو واکن. آفرین. مگه نمیگی هیچی نیست؟ آره اینا رو میبندی؟ اینا رو میبندم که اگه یه وقت خوردی زمین زانوات چیپس نشه. اگر قرار نخورم زمین اینا رو نبند. راست میگی تو که قرار نیست بخوری زمین. واسه چی دارم من اینا رو میبندم؟ اصلا بدون اینا خوشتیپتر هم هستی. بودو انقدر بودو تا بهتره که برو ببینم رانه رو. بودو آفرین. دنبال صدای من بیا. بودو من اینجام. عقیل بودو چه خوب داری میدویی. خیلی خوب داری میدویی. بودو ببینم. بودو بودو Thank you.
حال کردی ها؟ خیلی. همیشه خواب میدیدم میدوام، ولی آلوم را میرفتم. دلم میخواست یه بار بدوام. قبل از اینکه برم بازم میارم تو اینجا که بودی. کجا میخوای بریم اگه؟ میرم دیگه، من یه ما بیشتر نیستم. چقدر بد. اون روز چرا گفتی حسودیت میشه بعدش موندی تو کلاس؟ هر وقت برای پدر مادر کلاس میذارن ناراحت میشن. چرا؟ دلم برای بابا، مامانم، خونمون تنگ شده. دلم میخواد یه بار دیگه خونمونو ببینم. ببینی؟ آره. آخه میدونی خونمون خیلی بزرگ بود، حیات بزرگ داشت، بالکن بزرگ داشت، پنجره های بزرگ، یه عالم درخت داشت. تو خونمون گم میشدیم. منو میبری یه دون مترو سوار شم؟ آخه تا حالا سوار نشدم، عاشق مترو هم. چته؟ خیلی باحال بود. دینگ دینگ ایستگاه من ترش. دیدی چقدر شلوغ بود؟ آره. همه چی میفروختن، همه چی. آقا قاسم دست درد نکنه، خیلی باحال بود. دیدی چقدر پله داشت؟ تموم نمیشد. بسه دیگه، چون دفعه اولته انقدر خوشحالی. اگه مثل من مجبور بودی هر روز سوار مترو شی دیگه انقدر ذوق نمی‌کرد. خوش به حالت. با تو که هر روز سوار مترو میشی. تو هم دیدی سلام آقا قاسم. سلام قاسم. سلام. آقا قاسم شما اید؟ برای بستنی زمستونی و آب میوه و بیسکویت خریدم. دست شما درد. غلامتم بسر. امروز جلو در مترو. امروز خیلی حال داد. شب نمیری؟ میرم. این عروسک ها چیه؟ یکیش بامامه، یکیش بامانه. دل تنگ شده براشون؟ خیلی. بچه بودم دست مامانم رو پل کردم، گم شدم. تقصیر خودم بود. دلم برای خونمون تنگ شده. عجب خونه. کاش میشد یه بار دیگه ببینمش. ای کاش یه اتاق برای خودم داشتم. مامانم دعوا میکرد، میگفت بدو برو اتاقت، تا نگفتمم نیا. خیلی حال میداد. دلم براشون خیلی تنگ شد. اسمشونو میدونی؟ نه، فقط یادم به مامانم میگفتم مامان، به بابام میگفتم بابا. چه خوبه که همه یادت. 18 سالم بشه برام شناسنامه میزنن. مگه نداری؟ نه، پیدام کردن هیچی نداشتم. میدونی چیش خیلی حال میده؟ چی؟ برم برای شناسنامه میتونم برای بابا مامانم اسم انتخاب کنم. باحال نیست؟ باحاله.
خیلی باحاله. حالا اسمشونو چی میخوای بذاری؟ نمیدونم. هر موقع برم ثبت احوال میگم بهت. من همونجا کار میکنم. شناسنامه چاپ میکنی؟ آره. چقدر خوب. تو که هر روز مترو سوار میشی، میدویی، شناسنامه چاپ میکنی. خوش به حالت. سلام، چرا انقدر دیر کردی؟ سلام. از شرکت واحد زنگ زدن. کیفت افتاده بوده تو اتوبوس. آدرسم از قبض برق پیدا کردن. سالها پیش در باغ بزرگی پرندگان بسیاری زندگی می کردند. در این باغ کلاغ کوچکی زنگ زدم بهزیستی یه کپی از پروندهش رو برام فرستادن. سه سالش بوده تو حرم عبدالعظیم پیداش میکنن. موقع بچه هاشون رو میبردن حرم ول میکردن. ولش کردن؟ خودش میگه گم شده. نشونی چیزی ازشون داریم؟ همون موقع یه آدرسی پیدا میکنن، ولی مثل که خانوادش رفته بودن. نزدیک حرم و اینا باید باشه. همون آدرس رو محبت میکنید به من؟ آره، ولی خانوادش اونجا نیستن. به چه درد میخوره؟ شما لطف کنید، میخوام ببرم خونهشون رو ببینه. خیلی دلش میخواد. باشه، فقط قبلش با مدیر مدرسه هماهنگ کنید. چشم.
دلم ز درد فراق تو کم نسوخت، آخر چه شد که هیچ دلت بر دلم نسوخت. رسیدی؟ آره. بزرگه؟ بزرگه. بالکنش بزرگه نه؟ خیلی. پنجره‌هاشو می‌بینی؟ معلومه. درختاش هنوز هست؟ هست. همه‌شون هست. خب ببریم تو دیگه. گفتم بهت نمیشه که الان خانواده تو اینجا زندگی نمی کنن. اونا رفتن یه خانواده دیگه، اینا هم که ما رو نمیشناسن. میشه من رو ببری دست بزنم به دیوارش؟ جد بره بالا 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 این در عقیل بریم. اسم برای بابام انتخاب کردم. چی؟ میذارم آقا قاسم. خوبه؟ خوبه. کاش دنیا همون جوری بود که تو میدیدیش. مگه نیست؟ چرا؟ هست؟ باشه بریم. قاسم هنوز تو همون خونه با پدر و مادر و خواهرش زندگی میکنه. هنوز کارمند ثبت احواله. هر روز میدوه، هر روزم سوار مترو میشه. البته هنوزم بدشانس. فقط یه چیزی براش عوض شده. فقط یه چیز. اونم اینه که مهم نیست کجایی، چی کار میکنی، دور و برت چیه، خونت کجاست. مهم اینه که تو چطوری بهشون نگاه میکنی. قاسم الان خوشحاله که میتونه مترو سوار بشه، میتونه بدوه، خوشحاله که شناسنامه داره. چی
چه مدت لازم بوده است؟ چه مدت لازم بوده است؟ تا کلمه عفو، تا کلمه عفو بر زبان جاری شود، تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم، بیا آغاز کنیم، بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی اسکف داده ایم و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است، چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنیم. دستم را بگیر، دستم را بگیر.